قصه از آنجا شروع می شود که شماری از اعضای مجلس نمایندگان شام روز جمعه در مربوطات حوزه نهم پلیس به علت استفاده از موترهای شیشه‌سیاه و بی پلیت مورد بازپرس پلیس قرار می گیرند. مجلس نمایندگان بیدرنگ نشست اضطراری را برگزار کرده و وزیر امور داخله را احضار می کند. صداهایی که میان نمایندگان مجلس در پیوند به این نشست رد و بدل شده تاکید دارند که معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله باید برکنار شود. امشب جلسه تشکیل دادن، این یک جلسه تاریخی میشه در تاریخ پارلمان افغانستان. اگر امشب موفق نشدین دیگه نامبدی رو تا آخر این دوره باید بکشیم و در آخر بر رئیس جمهور هم صدا کنین که اگر شما واقعا اینها را پس نکردین ماده 69 قانون اساسی در مقابل شما قرار خواهد گرفت. این بچه فیلم باید از روز شنبه بطلبین دومینجا باز وکیلو از هرمه امر کنم که ما بچه فیلم دادارون پالوان چی میکنم. نشست عمومی مجلس بر روز شنبه هم سری برگزار شد و شماری از اعضای مجلس برخورد این نمایندگان را نکوهش می کنند و می گویند که این کار در واکنش به عملی شدن قانون صورت گرفته است. اینا یک مسئولیت عام و تام موافق قانون می خواهند، در حالی که طبق قانون اساسی ماده 102 فقط در اظهار نظر و رأی اینا مسئولیت دارند، در جرم، در دزدی، در خیانت، در غصب زمین، در موتر بدون نمبر پلیت قانونی که واجب خلاف قانون است، اینها مثل افراد عادی کشور باید پاسخ میگویند. اما شماری دیگری از اعضای مجلس برخورد نیروهای پلیس را تاسف بار و سیاسی میدانند. ما گفتم برادر موتر ما کارت پارلمان داره، ما کارت رویت مینا برادر، کارت رویت ما هم گرفت، باڈی گارد هم کارتش گرفت، سلاح هم گرفت، فایر گیتار سر ما کش کردن که دیگه حق گپ زدن ندارن. دو دقیقه بعدش مریم سلیمان خیل وکیل منتخب دیگه آمد که سر زود دست انداختن. نیروهای قطعات خاص قصدن عمدن میخواستن که ذهنیت ای تو بسازه که امی جایگاه قانونی پارلمان رو تضعیف کنه و با مردم عوام نشان بده که وکلا داره قلدری میکنه. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که قانون بالای همه یکسان عملی میشود و تنش اعضای مجلس با پلیس زیر بررسی قرار دارد. تنفیذ قانون و حفظ امن و نظم عامه وظیفه اصلی پلیس است. قضیه‌ای که شب گذشته بین پلیس ملی و وکلای محترم اتفاق افتاده بود به گونه‌ای جدی و عادلانه تحت بررسی قرار دارد. از چند سال بعد این سو موترهای واوجیم و میمجیم شورای ملی که بیشتر آنان از شیشه های سیاه نیز استفاده میکنند با واکنش های جدی به همراه بوده است. اما تا کنون این موضوع حل نشده و حکومت هم نتوانسته تا این موترها را قانونمند بسازد.